أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل از هر چیز خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم خاطر همه نعمت‌های خوبش. همه نعمت‌های خداوند خوب هست. خاصیت هر نعمت مفید بودن هست. خاصیت هر نعمت این که برای بندگان خدا سلامتی و سعادت و توانمندی ایجاد بکند. خداوند در همه نعمت‌های خوبش که به عنوان نعمت معرفی کرده و اجازه داده از اون نعمت به عنوان یک نعمت استفاده بشود، قطعا یقین بدانیم که خداوند قصد توانمندی بندگانش را داشته و وقتی بندگانش توانمند شدن باید به عمران و آبادی جامعه بپردازند. چون محال است که نعمت باشد، استفاده درست از نعمت باشد، شکر نعمت به جا آورده شود، جامعه و اون هر توانمند نشود. همیشه ضعف و سستی و عقب‌گرد و نابودی در معصیت خداست. اگر نعمت خداوند درش توانمندی هست و خاصیت هر نعمت مفید بودن است، این را بدانیم که خاصیت هر معصیت و گناه مضر بودن هست، غیر مفید بودن هست. محال است چیزی خداوند اون را معصیت معرفی کند و حرام اعلام کند و خیلی در اون نهفته باشد. اگر خیلی در معصیت و حرام بود، خداوند اون را معصیت و حرام معرفی نمی کرد. خداوند رضایتش را در حلال خودش قرار داده و خشم و غضبش را در حرام قرار داده، ممنوعیت را در حرام و مباح بودن و حلال بودن را در حلال قرار داده، حلال را عامل نزدیک شدن به خداوند قرار داده و حرام را سبب دور شدن از خداوند. هرچی انسان به حلال خدا نزدیکتر بشود، به خداوند نزدیکتر می شود و هرچی انسان به خدا نزدیکتر بشود، قویتر خواهد شد، توانمندتر خواهد شد. صدر این امت و اول اسلام حاکی این توانمندی است، حاکی این سلامتی است، حاکی اون سعادت هست، حاکی اون رشد هست. در صدر اسلام صحابه چقدر به حلال خدا نزدیک بودن، به مراتب با حلال قصدشون قرب به خداوند بود. در نتیجه حمایت 100% خداوند را برای خودشون و برای جامعهشون و برای حرکت دعویشون و جهادشون و دنیا و آخرتشون از خداوند گرفته بودن. ان الله یدافع عن الذین آمنوا ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. راهی جز تشکر از خداوند نیست. تشکر به خاطر چی؟ به خاطر این همه خیرخواهی. همه نعمت‌های خداوند خوب هست، هم مادی هم معنوی. خداوند هیچ تبعیضی بین مال و بین دنیا و آخرت و معنویات و علم و دانش قرار نداده. همون جور که علم محترم است، مال هم محترم است.
همون جور که آخرت محترم است دنیا هم محترم است، همون جور که معنا محترم است ماده هم محترم است، همون جور که مرد محترم است زن هم محترم است، همه مکمل یک دیگرن. خداوند که خواسته تو هم دنیا رو داشته باشی هم آخرت، چرا دنیا رو رها کردید؟ خداوند که خواسته هم معنا داشته باشید و هم ماده، چرا ماده رو رها کردید صرفاً به معنا چسبیدید و چرا معنا رو رها کردید صرفاً به ماده چسبیدید؟ اون یکی می شود رهبانیت، این یکی هم می شود بی تقوایی، دوری از خدا و دوری از معنویات و لایبالی و غفلت. تنها راه نجات ما راه شکر است. شکر خدا را به کمال برسانیم. شکر اول و آخر از آن پروردگار است. به فرزندانمون فرهنگ تشکر کردن و یاد بدیم، بهشون تعلیم بدیم که اولین کسی که باید ازش تشکر بکنیم چه کسی است و نحوه تشکر کردن چطوری است. امشب صدای صلوات بچه های ما از پدرها و برادرهای بزرگتر خیلی صداشون رساتر و آشکارتره. بچه هایی که در صف اول نشستن و صلوات می فرستن، این یک نوع تشکر و ادب است که بچه ها رو تشویق بکنید در صف اول مراسم های خوب و خدایی و ایمانی بنشینن و صدای صلواتشون بلند باشد. اگر بزرگان قوم که همیشه اظهار عجز می کنند، تا دل بزرگان قوم اصلاح نمی شود جامعه روی نجات و خوشبختی نمی بیند. با شعار دادن جامعه اصلاح نمی شود. در یک روستا هم شاهد عروسی های غیر خدایی و غیر سالم باشیم که جگر و روده همو پاره می کنند و شراب به حلقوم هم می ریزند و بیبندوباری و اسراف و معصیت خدا صورت می گیرد، و در همون مناطق هم شاهد عروسی های خوب و پر محتوا باشیم، همراه ملا ملا، همراه غیر ملا، هر طرفی سازی زدن رقصیدیم. مشکلات ما زمانی حل می شود که دل بزرگان قوم، دل ریش سفیدان قوم، دل سرمایه‌داران قوم، دل صاحب نفوذان قوم، دل پدران و مادران، دل تجار، دل ائمه جمعه و جماعات، دل شوراها، اینها متوجه خدا بشود و ترس از خدا در دل اونها ریشه بدواند. هیچ موقع جوانی در خانواده و در جامعه اصلاح نمی شود مگر اینکه بزرگان و پیشوایان اصلاح بشوند. نمی شود که همراه هر دوتا بخندیم، نمی شود که همراه هر دوتا برقصیم، همراه ملاها و مراسم اسلامی صلوات بفرستیم و همراه اونها دستمال بازی بکنیم، اینجا بیایم صلوات بفرستیم و اونجا پول و برگه های هزاری و دو هزاری بر پیشانی لوتی بزنیم و بعد انتظار داشته باشیم که جوانای ما خوب بشوند با یک مراسم اسلامی. از اون طرف کفران نعمت، از اون طرف تشکر از خداوند. از این درم که رفتیم بیرون همه چی رو فراموش بکنین. به انسان عاقل یک بار گفته می شود اینها همه سرمایه های ما هستند، باید تشکر از خدا بکنیم. آمار کشتشگان تصادف، آمار سکته های قلبی و ایست مغزی که در نتیجه مشکلات در صدر اسلام یک سکته مشاهده نمی شود، چون روح انسان ها آغشته و آلوده به معصیت نبوده که ناامنی ایجاد بکنه و بهش فشار بیاد سکته بکنه. همه در جهاد شهید می شدن. امروز کوچکترین فشار، چون از درون تهی هستیم، ایمان نیست که ما را در مقابل مشکلات صامد بکنه، استوار بکنه. کوچکترین فشار بلافاصله دست رو دلمون میذاریم. اگر این دل مملو از ایمان باشه، انا لله و انا الیه راجعون.
هیچ مشکلی نمیتواند مؤمنی را متزلزل کند. در تاریخ صدر اسلام محال است که یک مورد پیدا بکنید کسی سکته کرده باشد، کسی خودکشی کرده باشد. همه در جهاد شهید شدن، یا با بیماری یا عمرشون تمام شده، سال خورده شدن، پیر شدن، فوت کردن. ولی امروز در کشور ما سالی 26 هزار نفر در نتیجه تصادف میمیرن. از نوروز تا امروز همش دو ماه نیست، در همین منطقه شما 12 نفر جوان اکثرا با تصادف موتور، اکثران با تصادف موتور. 10 روز در سرو در طول 10 روز گذشته در محله ما 3 تا تصادف با موتور شده که 2 نفر به رحمت خدا رفتن، جوان 18 ساله و یکیشون هم دوباره مرگ مغزی بهش دست داده که گفتن تا 1 هفته بیشتر نیست، یکم پاش خورد شده. اینا سرمایه هستن، اما اونهایی که با مواد مخدر کشته میشن و میمیرن، با مشروبات الکلی، با معصیت خدا، اونهایی که با بی آبرویی مرگ ایمانی به اونها دست میده، اونها حدث ولا حرج زیاده. هر معصیت خدا یک مرگ ایمانی است. هر گناهی، چه برادری چه خواهری مرتکب بشود، یک گوشه از بدن ایمانی و معنوی تو مفلوج می شود، می میرد. حس ایمانی با هر نقطه سیاهی که نتیجه معصیت هست، حس ایمانی و خیرخواهی و خوبی و تقوا را در تو می میراند. کلا بران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، به سبب کسب دستشون دلهاشون رو تاریک کردن و دلهاشون رو میراندن. معصیت خدا دل را میراند. کافی نیست در یک عروسی اسلامی شرکت کنید، 4 بار صلوات هم بفرستید، اما دست از معصیت خدا در میادین مختلف نکشیم. درس نخوندن یک معصیت خداست، نه تنها شراب خوردن معصیت خداست. جوان که میتونه تحصیل بکنه درس نخونه، جوان که میتونه کار بکنه کار نکنه، گدایی بکنه، اینا همش معصیت خداست. اسراف کردن یک معصیت خداست. عروسی های غیر سالم اجرا کردن یک معصیت خداست. کتابخانه در روستای خودتون نداشتن یک معصیت خداست. پارک نداشتن که بچه ها برن تفریح سالم بکنن معصیت خداست. من نمیگم مسجد نداشتن معصیت خداست، مکتبخانه نداشتن معصیت خداست، پارک و کتابخانه نداشتن معصیت خداست، فضای سبز در روستاتون نباشه معصیت خداست، فاضلابتون تو کوچه باشه معصیت خداست، کوچه های تمیز نداشته باشی معصیت خداست، لبخند نزنید معصیت خداست، همیشه اخم باشید. اگر لبخند زدن، پیامبر گفته تبسم و کفی وجه اخی که صدقه، لبخند زدن و تبسم کردن و برادر و خواهری رو شاد کردن طاعت خداست. پس لبخند نزدن و اخم کردن و تن برخور کردن و خشن و تن خوب بودن معصیت خداست. باید یک فکری بکنیم چقدر سرمایه ما داریم. دنیای سرمایه است، ولی این سرمایه ها روز به روز از دست ما میره، کسی متوجهش نمیشه. وقتی مبلغی مال ضرر میکنیم، فکر میکنیم سرمایه از دست ما میره، اما وقتی یک جوانی که از خدا خواستیم تا جوان بده حالا داده معتاد میشه، فکر نمیکنیم سرمایه از دست میدهیم. پسر فلانی معتاد، پدرش هم معتاد بود، بس به همین راحتی. پسر فلانی پدرش هم معتاد بود، در صورتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم جوان یهودی مریض شده بود، میرفت به عیادتش اصرار میکرد ای جوان بگو لا اله الا الله آخر عمری، پدرش هم ایستاده بود نگاه میکرد تو چهره رسول الله صلی الله علیه و سلم، نگاه میکرد تو چهره پدرش. از بس که اصرار کرد، اون جوان گفت دیگه، پدرش به رحم آمد، گفت ات ابوالقاسم، اون چیزی که ابوالقاسم میخواد بهش بده. گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله صلی الله علیه و سلم، شهاده داد، جان و تسلیم و جان آفرین کرد. پیامبر با خوشحالی پرید توی کوچه و همینجور که از لبخند شدید و شادی شدید سپیدی دندان مبارکش آشکار شده بود و میخندید و خوشحال بود، میگفت الحمدلله الذی انقذه بی من النار، الحمدلله که با اصرار من و دعای من و تلاش من خداوند من
تنها عامل خیری قرار داد که این جوان یهودی به جهنم نرود و اون را از آتش جهنم نجات داد. امروز ما جشن میگیریم که بچه همون شراب میخورن، بزرگا و ریشسفیدان دست به کمر زدن ایستادن، شاهد رقصیدن بچه هاشون هستن که با شراب چطوری میرقصن. شراب بهشون شیطان داده، بزرگان قوم که عروسی غیر اسلامی و سالم رو برگزار میکنن همه ایستادن صف کشیدن، لوتی هم میزنه، جوان هم شراب خوردن، مکدبرا هم در آوردن، کابلا هم در آوردن، همه دارن میرقصن، اینا هم خیلی خوشحالن، همه تماشا دارن میکنن که چطوری شیطان این انسانها رو سبک کرده و مثل کوه بودن با ایمانشون، مثل کاهشون کرده و شکارشون کرده. بعد میگیم جامعه ما اصلاح نمیشود. خطاب من به شما تنها نیست، این مشکل کل جامعه است. دیشب من در اون گوشی استان بودم، روستایی به اسم کنارزرد، یک ساعت و نیم از لمزون خاکی داشت. تعجب میکردم، جوانایی میدیدم که دمخطاشون عجیب بود، جوانایی میدیدم که نمیدونم لباساشون عجیب بود، میگفتن ماهواره اینجا خیلی فعاله. چرا درس نمیخونن بچه ها؟ چرا ابزاری که میتونه در خدمت بشریت باشه بر علیه بشریت استفاده میکنن؟ این دوربین ها برای چیه؟ برای اینکه این سخنرانی و این مسائلی که از خدا و رسول خدا گفته میشود ضبط بشه و تکثیر بشه و در اختیار کسانی که حضور نداشتن قرار داده بشه، با تأنی دقت بکنن و گوش بدن و متحول بشن و از همین سیدی ها ایمانشون رو افزایش بدن. ولی امروزه با موبایل مسیج های نادرست، عکس های لختی میفرستن برای همدیگر، تو مسیجشون چه عکس هایی که نیست برای همدیگر میفرستن، در صورتی که همین موبایل زنگ میزنن، از دبی زنگ میزنن، از اون گوشه ایران زنگ میزنن. تولد پیامبر اکرم، پیامبر عظیم و شأن اسلام بر شما و خانواده محترم شما مبارک باشد. امیدوارم که خداوند پیروی از سنت خدا و رسول خدا را با این تولد نصیب شما و خانواده شما بگرداند. روزی عید قرآن میشه، قربان میشود، طرف تو دبی نشسته مسیج میفرسته، عید سعید قربان بر شما و خانواده محترم شما تبریک عرض میکنم. امیدوارم که هر روز شما با طاعت خدا عید باشد. نوار کامل قرآن تو همین موبایل ضبط میشود، تو همین موبایل یه ختم کامل میتونه ضبط بکنید. روز به روز پیشرفته می شود، میموره هایی داره میاد که خدا می دونه چقدر فیلم و عکس جا می گیرد. همین مسیج به هم تبریک بگید. یکی از شاگردانم دیشب یه مسیجی فرستاده بود، معلم عزیز روزت مبارک باد. تو ماشین داری تو جاده میری، مسیج میاد نوشته معلم عزیز روزت مبارک باد. آدم با یه موبایل شارژ میشه، نشاط بهش دست پیدا میکنه، اما جوانهای ما موبایل دستشونه، یه خط 700 هزار تومن، 800 هزار تومن، 300 هزار تومن گوشی خریدن که فقط عکس لختی رد و بدل بکنه. یعنی این موبایل برای نابود کردن اخلاقه. طرف با شخصیتی یه دفعه میبینی که ناخودآگاه موبایل زنگ میخوره، نوار ساز گذاشته، زنگ موبایل سازه. حالا نگاهش میکنی از کجاست؟ کوت و شلوار و کراواتی، زنگ موبایلی سازه. همه نگاه میکنن تو هواپیما، تو نمیدونم تو فلان، تو ماشین، تو ایستگاه فلان، تو فرودگاه. این بعضی موقع دیگه فراموش میکنه سر نماز هم بازه. باور بکنی که تو نماز جمعه یک دفعه موبایل زنگ خورده که داره جاز میزنه تو صف نماز. خب این چه کاریه؟ 1,000,000 تومان دادید، ولی ما عادت میکنیم که وقتی درد و مشکلات ما را میگن میخندیم، فکر میکنیم جوک داره میگن. اینا همش درده، ما را آلت دست کردن، میچرخونن به هر طرفی که دوست دارن، هم پول ما میخورن، هم با این امکانات ما جامعه ما را فاسد میکنن، فساد دستمون دادن. میگه یالا دکمه بزن، نیاز نیست ماهواره داشته باشی، دکمه بزن همینجا، هر چی میخواهید توش میفرستید. شرط نیست که عالم دین باشی، سخنرانی بکنید،
همین موبایل تو اسلامی بکن، موبایلت مؤمن بکن. امروز شیطان خیلی حرفه‌ایه، مثل شیطان 300 سال پیش نیست که زمان اولاغ بوده. امروز شیطان موبایل دستشه، امروز شیطان ماهواره در اختیارشه، امروز شیطان انگلیسی داره صحبت میکنه، امروز شیطان هنرهای نازیبا رو زیبا جلوه میدهد. خیلی مدرنه. امروز شیطان اینترنت و ماهواره و موبایل و کامپیوتر و امکانات زمانش و امکانات عصر دستشه. شیطان امروز حرفه‌ای است، مؤمنین هم باید حرفه‌ای باشن. با همین موبایل در یک ساعت جلوگیری از 4 تا خودکشی شده، با همین موبایل. چقدر سوال شرعی دارن، تو اون گوشی دنیاست، نمیخواد ببیندش، زنگ میزنه این مشکل دارم، راهنمایی میکن. موبایل شده وسیله راهنمایی و نجات و ارشاد. همه مینالن که آبجو و مشروبات الکلی تو کل مناطق به کثرت داره توزیع میشه، مثل آب خوردن. چند سال پیش یادتون بیارید، من میشناختم از اینجا کارگرانی میامدن سرو کار عملگی میکردن، بنایی و گل میکردن، تو این باغها گرفتار بودن. امروز خدا درو باز کرده. چند روز پیش یک نفر به من گفت که یک جوان 16 ساله در 16 سالگی صاحب 900 میلیون تومان پول بوده، پول خودش نه پول باباش، 16 سالش 900 میلیون تومان پول، کار سیگار میکرده. 900 میلیون تومان پول 16 سال سن. کاش که کار سیگار میکرد. بعد از اینکه به 900 میلیون تومان پول رسید، یه دوستیش از همون دوستان نابابش در گوشش گفت تو خودتو خسته کردید، 900 میلیون تومان پوله، سیگار ول کن، نون توش نیست، 16 سالشه 900 میلیون تومان، دیگه کارتون سیگار نبر تا سر نمیدونم پشت تنگه فلان و فلانجا تحویل بدید 100 هزار تومان بدن. کافیه که یک سرویس مورفین ببرید تا شیراز یا تهران، کافیه 2 میلیارد تومان. این سرویس دیگه چه مورفین ببر، یک سرویسش 2 میلیارد تومانه. جوان 16 سالش 900 میلیون تومان. نمیگم 9 میلیون تومان ها، دانشجو داریم که دنبال 100 هزار تومان گرفتاره مسکین. دانشجو داریم که دانشگاه قبول شده، سرمایه منطقه شماست، به خاطر 100 هزار تومان ترک تحصیل میکنه. پیام نور قبول شده، فقط پول کرایش میخواد. 100 هزار تومان پول ورودیش نداره. جوان 16 سالش 900 میلیون تومان داره. یه دوست نواب شهرستانی بهش میگه دیگه سیگار بسه، سیگار دیر آدم پولدار میشه، یه سرویس مورفین ببر، 2 میلیارد سودشه. 900 میلیون رفت، خودش هم 10 سال رفت زنده، گرفتار شد. سرمایه که ایمان ما رو غارت بکنه به درد چی میخوره؟ آدم تعجب میکنه. منطقه ای که تا دیروز کار نبوده، مردم کار گل میکردن، عملگی دستشون تکه تکه شده بود، شکر خدا میکردن، امروز شراب بیاد و آبجو بیاد و عرق بیاد و فیلم های مبتذل بیاد تو منطقه و اون را به عنوان یک سرمایه بپذیرن و بعد تو عروسی هاشون مثل شربت بدن و بعد مست بشن. من فقط فرق عروسی اسلامی و سالم و غیر سالم میگم. شب جمعه عروسیه، قرار شده مشهورترین خواننده ارگزن رو نمیدونم که جاز میزنه، اسمش نمیبرم، تو منطقه بیاد تو عروسی شرکت بکنه، جاز بزنه. ساعت 1 بعد از ظهره شب عروسی ساعت 9 شروع میشه، ساعت الان 1 بعد از ظهره. آدرس کجاست؟ محله فلانی، نمیگم روستای شما، محله فلانی، عروسی با حضور خواننده فلان.
ساعت 1 بعد از ظهر ساعت 9 عروسی شروع میشه. 9 ساعت مانده. کم کم میبینی که موتورا سپشت سوارن دارن میرن میان. بفرمایید. خوش ریسا. چشم ان شاء الله. قربونت. ساعت 1 بعد از ظهر موتورا سپشت دارن میرن رو خیابونو میان. با سرعت یا تک پشته میره برمیگرده دو نفر سوارن، میره برمیگرده سه نفر سوارن، تعداد موتورا زیاد میشه، سرگردونن. حالا ساعت 1:30 شب، ساعت 9 عروسیه، 4-5 تا موتور با هم میشن، ساعت 2 برمیگردن از یه جایی، هر کدوم 3-4 تا پلاستیک دستشونه، یه پلاستیک همون عرق دستاز توشه، یه پلاستیک نمیدونم آبجو توشه، یه پلاستیک میوه توشه. حالا ساعت 2 است، ساعت 2 همه جمع شدن، 5-6 تا موتور، 10 تا موتور، 30 نفر سوارن، دنبال یه جا میگردن، یه کوچه پس کوچه، زیر درختی، تو دیوار خرابی، همه بچه های من و تو، فرزندان من و تو، چون که پدرانشان میخوان شب جمعه عروسی غیر سالم برگزار کنن. از همون ساعت 1 اینا دنبال کارن. ساعت 4 موفق میشن که شرابشون رو بخورن. ساعت 4 بازار، ساعت 1 ساعت طول کشیده. ساعت 4 میخورن. 2 ساعت طول میکشه تا نشه بشن. ساعت 6 نشه میشن. ساعت 7 میان تو خیابونا. از ساعت 7 هفت و نیم الا 10 تا موتور سپشت، 30 نفر دور اون خونه که عروسی دارن میچرخن. از این طرف با سرعت تمام کم کم سبکتر میشن و هرچی شراب کارسازتر باشه، ساعتی ازش بگذره، جرأت گناه اونها بیشتر میشه و ترس خدای اونها کمتر میشه و درندگی اونها بیشتر میشه. ساعت 9 ساعت صفره، دوباره میرن جمع میشن یک جایی، این قمیصشون مزرد میخوام یکم بالا میکشن، یک کابل اینجا گره میدن، هر کدوم هم یک موکت بر تو جیبشون، میخواد نماز جمعه بره یا نماز عید بره. عروسی غیر سالم یعنی این، یعنی جوان از ساعت 1 بعد از ظهر دنبال کابل و دنبال موکت بره. ساعت 9 با دهانی مست و پلید و ایمانی از دلش بیرون رفته، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر یک مسلمانی که اهل قبله باشه یک قطره شراب تو حلقومش بریزد، یا از پول فروش شراب بیاد تو زندگیش تبدیل به برنج و خورش و گوشت باشد و خودش و فرزندانش بخورد، ایمان از تو دلش در میآید مثل قمیصی که از سرت در میاری بالای سرش میماند اینطوری، و اون قدر از خدا فاصله میگیرد با یک قطر شراب که تا 40 نماز جرأت ندارد که نزدیک نماز بشود. ساعت 4-5 وقتی دیگه شراب مستشون کرد، حالا دنبال موکت برن و دنبال کابلن، با نیت کابل و موکت بر میاد تو عروسی شما، پدرم، برادرم، مادرم، خواهرم، برادر مسلمانم، به قصد عروسی شما به قصد موکت برو کابل با خودش میاره، حواسش هم که سر جاش نیست، کسی دست به سینش بزنه موکت بر در آورده، تا بخوای دستشو بگیرید از پشت دوستش که با شراب خورده، من نامرد نیستم که پشت رفیقم خالی بکنم، موکت بر دوم آمده تو کمر پدر داماد و عروس. ساعت 9 شب عروسی رو به هم میزنن، تبدیل به خون میکنن، عروسی تمام میشه، کینه ها میماند، آدم کشی ها شروع میشود، همدیگر را کمین میگیرن در مستی، همدیگر رو خورد کردن، اما بعد دیگه در هوشیاری کمین میگیرن، در غیر عروسی کمین میگیرن، به ما توهین کرد، خانواده ما را زیر سوال برد، بچه منو کتککاری کرد، خب پسر تو مست بود سر عروسی، موکت بر در آورده، دیگه پشت درخت و پشت تپه کمین هم میگیرن در حالت هوشیاری که انتقام فلان عروسی رو از فلان طایفه بگیرن، و همجور وقتی خون به میان آمد دیگه آدم آرام نمیگیره. از کجا شروع شده؟ از ام الخبائث،
ده نفر در شراب پیامبر لعنت کرده، ده نفر. اون فروشنده، اون خریدار، اون کسی که درست میکنه، اون کسی که حمل میکنه، اون کسی که درآمد شراب میخوره، همه رو نفرین رو لعنت کرده. نفرین رسول خدا امان نمیدهد. چرا جامعه ما استقرار پیدا نمیکنه؟ با یک مراسم اسلامی و یک سخنرانی یک ساعته درد دوا نمی شود. همه موبایل ها پر از نوارهای نادرسته. کی بزرگان ما توبه می کنن تا بچه های ما توبه بکنن؟ خداوند وعده داده اگر پدر صالح باشه بعد از وفات پدر خداوند فرزندانشون رو تضمین می کنه. بعضی مسیحیت ها مسیحیت یک نفر نیست و بعضی توبه ها توبه یک نفر نیست. الناس علی دین ملوکهم، مردم بر دین ملوکشونن. بعضی گناه ها شخصیه، اما پسر اگر گناه بکنه گناهش مال خودشه، اما پدر خانواده اگر گناه بکنه کل فرزندانش در بر میگیره. پدرها و مادرها اگر میخوای که بچه هاتون توبه بکنن، ما و شما باید توبه بکنیم. شما بیا پسرم، بیا اینجا. بله شما صلوات خوب میفرستادی. من نشسته بودم اونجا پیشت. بیا زن. من اونجا نشسته بودم، صدای صلواتش منو شاد میکرد. بیا اینها بگو صلوات. بگو بلند. صلوات. این هنوز بالغ نشده. چند سالته؟ 9 سالشه. یک بچه 9 ساله پیرمرد رو به صلوات وادار کرد. آدم خجالت نمیکشه؟ بچه 9 ساله تو میگه صلوات، همه صلوات میفرستید، ولی پدر تو خانه سیگار میکشه، سیگارش تمام میشه، 1000 تومن دست بچهش میده، میگه برو سوپرمارکت یه بسته فنسون برای من بخر، 50 تومنش هم مال خودت بابا، هدیه برات. بخندید. بچه 9 ساله میگه صلوات، همه صلوات میفرستن. پیامبر، علما میگن هر یک بار صلوات 40 تا فایده داره. 40 فایده تو یک بار صلوات داره. یعنی اگر یک بار صلوات از جان دلت بفرستی بر روح پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، 40 تا فایده نصیبت میشه. اولین فایدهش که خداوند 10 بار برای صلوات میفرسته، بعد فرشتگان خدا برای صلوات میفرسته. یک بار صلوات 40 فایده. من خودم دیدم پدری پسرش رو طلبیده، دست تو جیبش کرده، پاکن وستون در آورد، دید که هیچی توش نیست، اینطور مچاله کرد، گفت بابا محمد بیا اینجا، بابا محمد بیا اینجا، این 1000 تومن بگیر، این سوپرمارکت اینجاست، بره پاکت وستون برای بابا بگیر، 50 تومنش هم مال خودت. اگر این بابا میگفت بابا این 1000 تومن اونجا یک کتاب فروشی هست، برو یک کتاب بگیر، یه CD قرآن بگیر، یه نوار خوب بگیر، بیا بابا تا با هم بخونیم. بعد میگیم اینا بدن، بعد میگیم جوانا بدن، بعد میگیم دخترها و پسرامون بدن. امشب میدونه عروسی کیه؟ یه مهندس و یه شیخه. امشب عروسی یک مهندس و یک شیخ. دو تاشون لیسانسن و یکیشون فوق دیپلمه و یکیشون دیپلمه. برادر محمد حاجی عباسی 4 عالی دانشکده دعوت و اصول دین در بندر عباس رو امسال تمام کرده، یعنی لیسانس الهیات گرفته. 15 سال پیش همین پسر تابستون تو خونه ما بوده، همین حاجی عباسی 15 سال پیش وقتی آمد شاید روخونی قرآن بلد نبود، امروز عالم بزرگ شده، لیسانس الهیات گرفته.
خانمش فاطمه حیدری اولین دخترایی بودن که آمدن از منطقه 15 سال پیش تو خونه خواهرم خالاشه و به حفظ قرآن پرداختن و اونجا تشویق شدن و بعد رفت دانشگاه خوند، فوق دیپلم گرفت و بعد مسئول خوابگاه شبانه روزی شد تو سیریک. همین دختر. برادر بزرگوارمون موسی حاج عباسی لیسانسه، مهندسه، افتخاره. خانمش هم آمنه گروکیان دیپلم داره. اینا افتخارات ما هستن. چند روز پیش یکی به من زنگ زد که دکتر فلانی میشناسی؟ گفتم بله. 15 سال پیش شاگردم بوده، تو مکتب خونه سرو میامد، شمالیه، تو مکتب خونه سرو میامد قرآن میخوند، باباشون میآوردشون. دو تا برادر بودن، یه خواهر، بچه کوچک بودن. گفت تو داروخانه ما آمده طرحش رو بگذرانه، سوال شما میکنه، میگه فلانی رو میشناسید؟ صبح هست، میتونی بیاد دیدنش؟ بعد از 10 سال من ندیده بودمش. رفتم که برای خودش مردی شده، پزشک شده. خواهرشون هم دندون پزشکی داره میخونه، برادرشون هم مهندس شرکت گازه، تو پالشگاه گاز داره کار میکنه. 16 سال پیش اینجا تو کلاس قرآن شرکت میکردن، امروز برای خودشون یه شخصیت شدن، مهندس و دکتر مؤمن شده. خیلی هم تلاش میکنن یه شرابخوار خوبی